تو اول نوامبر گفته بودن که باید خاک پاکستان را ترک کنند. افغان ها را مثل حیوان دست و پاش بسته افغان ها را میگیره کاملا برهنه میکنه، حتی نیکر را میکشه، حتی کرمیجه. تمام کشورها با افغان ها مثل یک حیوان برخورد میکنند که شما دست مندازین به ناموسی، شب چاپه مندازین، حتی از ساعت خوب از دستی امتانان ما میگیرن. وسایل خانه را اونمو را حساب کرد که این قالین این قدر میشه، اینی یخچال این قدر میشه، اینی چای چاجوش و اینی پیاله و اینا. یک افغانی ما را میخوای بخوری، صد افغانی از حکومت میکشن. 45 سال مهمانی را شما زدین در 3 ماه خراب کردین. آیا ای است برادری کنا خطاب میکنن که ما برادر هستیم؟ رهبران فعلی مثل رهبران سابق سخنرانی ها یاتشین میکنن، چیغ میزنن در کجا؟ در هتل های لوکس کابل. یعنی ما اگه واقعا صاحب کشور صاحب میداشت فقط به تجارت ما را قطع میکرد، بله، که کالایشان به کشور ها نرسد. اگه کسی رشوت بگیره بچه آمیده کرزه رئیس جمهور باشدم در وزارت جایش نیست، نه افغانستان یتیم نیست، صاحب دارم. اگه ما یک سیلی بزنیم اینا 10 سیلی بزنن. برنمزل های لوکسی که از قاتلین و دزدا و رشوتخورای سابق مانده فعلا خالی است، فراری است. امارت است که باید به این افغان ها بگوید که اگر شما وارد نشوید افغانستان دیگر حق آمدن به افغانستان ندارید. سلام خدمت تمام شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب سایل میدیا. امیدوار هستم هر جای زین کره خاکی هستید جور و سطح و سرال باشید و از گزند روزگار در امان الله متعال باشید. بینندگان عزیز، امروز برنامه ویژه داریم. برنامه ما کاملا ویژه است و کسی را در برنامه داریم که شخصیت مطرح جامعه، شخصیت هستند که همگی جوان، پیر، خرد، بزرگ، همگی با نامشان، با کارکردهایشان آشنایی دارند و میریم با ایشان حرفشون رو میداشته باشیم و شما با ما همراه باشین که مهمان ما کی است. و در اخیر هم یادتون نره که چنل یوتیوب سایل میدیا رو سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر یادتون نره، با ما همراه باشه. خب بینندگان عزیز، قسمی که یادآور شدم، من یک شخصیت فریخته، شخصیت عالی را با خود دارم. آقای رمضان بشر دوست همراهی ما هستند و بیشتر همراهشان حرف و کلام می داشته باشیم و قصه های شیرین خواد داشتیم. بشر دوست های عزیز، بازم سلام برسه برتان و بسیار جای افتخار است که امروز ما همراه شما در کنارتان هستم و یک جا با هم برنامه را پیش می بریم. علیک سلام، به نام حق و به یاد فقرا سلام ما به شما، به همکاران شما که پشتی کامره هستند دیده نمیشن، به همه عزیزانی که این برنامه را و چنل یوتیوب شما را میبینن افتخار ماستین، لطف کردید. سلامت باشین، تشکر، بخیر باشین. میخوایم که بپرسم زندگی روزمره چطور میگذره؟ اولین که افتخار برای من است، به خاطری که شماستین و دوستان رسانه‌ای هستند که صدای ما را از این کارتیسی رستورانت کوچک چند متری در چند متر تقریبا در تمام دنیا میرسونیم. و رسانه ها یک زمان بود بعض دوستای ژورنالیست ما شکایت داشتن، میگفت بعضی سیاسیون که هست، بعضی کلان ها که هست، وقتی درخواست مصاحبه میکنیم بسیار متا منت میدهن که ما میاییم دا برنامهتون. متا گفتم هنوز اونا قدر شما رو نمیفهمه که در واقع شما هستن کناستن و شما یک پول، یک وسیله بین ملت و دولت هستین و بخصوص در زمان امروز که دنیا یک دهکده کوچکتر هم شده. بعضی چیزها رو من خبر نمیشم که به من از حتی از آفریقا افغانای کس با من ایمیل میکنه یا واتساپ تماس میره به من که بشه دوست مثلا این تاریخی در کوچه در کابل شد چند شهید داشت، من میگم در کجا این تاریخ شد. بعد میریم فیسبوک مثلا باز میکنیم. امروز رسانه دقیقا اگر رسانه نباشد تقریبا از همه چیز بیخبر میمانیم. بنابراین افتخار است بخصوص که جورنالیست ها در طی 20 سال که ما هستیم همیشه لطف کردن، محبت کردن و صدای ما را رساندن. از برای من که خوب میگذرم به خاطری که در افغانستان یک لقمه نان که داشته باشی غنیمت است. بله بله. یک صحت که داشته باشی پادشاهی است. بله بله. بعضی وقتا من بعضی دوستا رو میبینم که بسیار چوتی مثلا به سرک
در بازار در کوچه میبینیم که کراچی یک تایره دارد یا مثلا گدایی میکنن یا بعضی خانما رو میبینیم که تا 7-8 شب کراچی 4 تایره است، پیاز و کچالو میفروشن. در بعض جای استاد هستن در دریای نمیدونم در دریای سیاه غرق هستن، به خاطر که چیزی درآمد نداشتن. وقتی من میرسم سلام علیکی میکنیم، بعد صحبت میکنیم، میگویند که نیواز و روزگاری ماست. من میگویم که شکر خدا که صحت داریم. فرض کن الان شما پادشاهی تمام دنیا باشین، مثلا بایدن باشین، مثلا پوتین باشین، مثلا شی چین باشین، اما سرطان داشته باشین یا یک پایتون قد باشین یا مثلا یک مرض عادی داشته باشین، زندگی زهر میشه. یعنی که صحت دارین و یک لقمه خوش خدا میربان است پیدا میشه. متقاعدین میبینیم که 5 سال تقاعدش داده نشده، از زمان ایوب خان هم ندادن، زمان طالبا هم داده نشده و ای 70 سال است، هیچ کس هم نداره. بله. در سرک بعض وقت گدایی میکنن، در ساده دیست چیز استاد است میلرزن، دار و ندارش فروخته. اینی هموطنان ما یا بسیاری هموطنان میبینیم که بیکار هستن، به هزاران بیکار هستن، میرن سر به اصطلاح چوک کار پیدا کنه کار نیست. یا دیروز کسی از هموطنان به ما قصه کرد، در سر کوچاره که سمت میکنن به من قصه کرد، گفت استاد پانتون است که مزدورکاری میکنه، حتی مشاوری از کلاناس حقوقی شار که فعلا به خاطر که میگوید اگر ما این کار نکنیم گرسنه میمانیم. امیدوار هستم که یک روز در کشوری ما هموطنان ما دغدغه و تشویش نان و خانه و لباس و صحت نداشته باشد. بعضی کسا خدا شاهد است که مریض. من یک خاطری وحشتناک داریم، در یک مسجد شریف کمک برده بودیم. کمک هایی که من میکنم معمولا ناچیز است، یک هزار افغانی است. قرار بود برای 100 نفر کمک کنیم، 100 هزار افغانی برده بودیم. وقتی در مسجد داخل شدیم دیدیم که بیش از 100 نفر است، به خاطر که مردم نیازمند است. بله بله. و به خاطر کنار ناامید نکنیم، گفتیم از 100 تر از هزاری تر میشیم، 500 کمک میکنیم که با بیشتر برسد، کسی ناامید نشوند. کل ما موافقت کردیم، 500 رفتن و 500 کردن آمدن، توزیع کردیم. داخل خلاص شد، یک دو مرد یک خانوم ماند. من میخواستم از اینا معذرت خواهی کنم که چشم خود بالا کردم که قطره اشک از چشم خانوم جاری شد. من اصلا بسیار چی شدم، تکان خوردم، نزدیک شدم بودم خاریان پنسد افغانی بود، کدام چیزی هم نبود. شما گریه عشق در چشمی گفتیم بچه منی که میبینی چیز زمستان گذشته بود، بچه منی که در آغوش ماست این مریض است، نسخه رو با خود آوردم، این نسخهشی است که پیش دکتر بردیم نسخه داده و پول دواش ندارم و دواشم 300 افغانی میشه. گفتم چرا، چی شده که به ایالت رسیدیم؟ گفت شوهرش یکی از نیروهای امنیتی بوده در اون زمان، وقتی که طالبان آمده از ترس که طالبان مثل که دوری اول خون ریزی شده بود، دوری اول که طالبان حکومت گرفت، تصور نمی کردیم که عفو می شود. امسال بود شوهرم فرار کرده رفته، فعلا ما از یک ولایت نامش گرفت آمدیم در کابل، خانه خیشای خود هستیم، مهمانم یک روز دو روز و هیچ چیز نداریم. یعنی بعضی وقت هست که من به این هموطنان فکر میکنم، به این افغانان فکر میکنم، وحشت زده میشه. بله واقعا فعلا اجتماع ما، جامعه ما در حالت بحرانی قرار دارن و همگی اگر از 100% 70% بگویم بازم شاید کم گفته باشم، زیادترشان با مشکلات زندگی درگیر هستن و همان چنان که سعدی میگه خدا چنین روزی رساند که صد عقل از آن حیران بماند و خداوند خودش روزی را میرساند انشاءالله. ما و مردم هم حتما، ما مردم دل داریم، دل ترحم داریم، دل داریم که رحم ما بیشتر است، مهربانی ما بیشتر است، درک ما، شعور ما بیشتر است و امیدوار هستم که این قشر از جامعه را هیچ وقت
ما از یاد نبریم. خب بشر دوست صاحب عزیز، فعلا شما در این دوره که هستین چطور میبینین شرایط را و شرایط چگونه است برای اشخاصی که فعلا هم در افغانستان حضور دارن و کار میکنن؟ از بینون یک محصل سابق حقوق علوم سیاسی و بینون یک کسی تدریس هم کردن که یخ نکنن، افتخار ماستی، زحمت هم میشود. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. چای داغ. چای داغ همو چای سبز هلدار است. کاملا این روز فکرم خیلی شکر از ما که ببینن دلشان آب نشه. فضای سنتی. بله کاملا سنتی. بله. فضای عادی برای دوستان مندوز که دوستان شما میگیرن اونو برشان مندازم یخ نشود. بله برشان میگیرن دیگرن اینو. همین فضای دوستی و صمیمیت و همین چای سبز در هیچ جای دنیا نیست. نه، 100%. و این حالتی که ما ششته ما صحبت میکنیم واقعا ما خود لذت میبرم. افتخار ای که ای در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه و همین صاف و سادگی کاملا یک مزه بسیار خاص داره. از اینکه با اون کشفش باشه و یا و خو یک چی میگن لذت چند مادی است. بله کاملا. اما این باز بر قلب میمونه، بر ذهن میمونه و معنویت است. چیزای بعضی وقتا ما در رستوران های لوکس دعوت میکنن، در هتل های لوکس میگویم نه، اون روح نیست در اونجا. بله یک چیزیست که داخل میشه کلش مادیات هست. چیزای لوکس هست، کوچ لوکس هست، فرنیچر لوکس هست و نمیدونم چیزای لوکس، اما مادیت هست، معنویت نیست. بله اما مادیت تقریبا معنویت کشته از دیر گرفتن. در اینجا یک فضای خوب است. از زمانی که تاریخ افغانستان انسان میخواند و بخصوص در 50 سال اخیر، من همیشه افغانها رو به دو دسته تقسیم میکنم. یک افغانهای عام است، یک افغانهای خاص است. افغانهای خاص در هر دوره، در هر زمان به اصطلاح نانشان گرم بوده، آبشان سرد بوده، با توجه به شرایط آن روزه زندگی خوب داشتن. یکی افغانهای عام است که اینا در هر شرایط و در هر زمان متاسفانه زندگی بد داشتن. بله. حتی ما مثلا ببینیم در آخرین دوره سالی سلطنت ظاهرشاه یک قحطی آمد 1351 و ده ها نفر علف میخورد، به صدها تلف شدن و فساد اوج گرفته بود. از همون لحظه که ما دوره 50 سال اخیر بگیریم تا امروز این تغییر نکرده. یعنی دمین کابل امروز، کابل جمهوریت، کابل امارت، کابل جمهوری دموکراتیک، جمهوری نمیدونم اسلامی، جهادی، همیشه کسایی بوده که در خانه‌های لوکس با فرنیچر، پلاو چلاو، موترهای لوکس و کسایی بوده که بنان خشک در مانده. بله. همین لحظه که ماستیم این زمین کارتیس نو، کارتیس سه، دارلمان، جایی نسبتا خوب کابل است. این از این پنجره که نگاه کنیم مثلا میبینی که یک زن نشسته از مجبوریت است، فکر نکنم از خوشی نشسته باشه، تا یک ده بیست افغانی کسی برش بدهد. اما در پنج دقیقه میبینی لانگ کروزر تیر میشه، موترهای مادر 2000 رو نمیدونم 20 تیر میشه، 2021 تیر میشه. این حالت در افغانستان متاسفانه همیشه بوده. بله. و ما میخواییم دقیقا که این تغییر کنه. یعنی یکی کاخ نشین باشه، یکی کلبه نشین، چرا؟ او هم انسان است. بدبختی فاجعه ما ایست که کاخ نشین دقیقا از پول او کلبه نشین کاخ نشین است. اگر کسی پلاو چلاو میخورد به خاطر که از پول بیت المال او سوء استفاده میکند. از مردم گرسنه و فقیر و این چیزا. امیدوار هستم که یک روز عدالت اسلامی، حتی تقوی اسلامی که بالاتر از عدالت است، در افغانستان حاکم شود، که یک هموطن ما دغدغه نداشته باشه که فردا بچه مریض است ایران و پول نسخه نیست. خب میخواییم که یک دوری به گذشته هم بریم. قبلا که شما وزیر پلان بودین در حکومت آقای احمد کرزی و بعد شما استاد دانشگاه شدین، استاد حقوق دانشکده شرعیات و بعدش هم وکیل پارلمان شدید. یکم معلومات خلاصه در این کارکردهایتان هم بر بینندگان عزیزمون بگین و چی تجربیاتی از این مقاماتی که بر شما داده شد کسب کردین؟
اولین که من در خواب نمی دیدم که در افغانستان وزارت وکالت استادی را چون درسی می خواندیم دکترا گرفته بودیم و هدفم بودیم. وقتی که در من خوب یادم است در پاریس یک لیلی است به عنوان لیلی بین المللی در داخل شهر داخل پاریس است. متعدی لیلی کسانی زندگی میکنن که بچه های وزرا و وکلای کشورهای دیگه است که آمدن و ما من در لیلی بودم در لیلی های پانتونای خارج است از شهر به اصطلاح از مرکز پاریس می نشستیم. بعضی وقتا شب ها می نشستیم تا دوی شب خیال کشور خود می ساختیم. بله واقعا بسیار کارکرده عالی، بسیار خاطرات عالی بود و جای ما فخر است که بشر دوست صاحب عزیز با همگی یاری داشتن و امو همت افغانیت خود را نشان دادن بر همگی. خب بشر دوست صاحب عزیز، میاییم به مهاجرین. شما که شاهد هستین و همگی ما شاهد هستیم در چند هفته گذشته و که پاکستان برای افغانان مهلت داده بودن تا اول نوامبر، گفته بودن که باید خاک پاکستان را ترک کنن و ای که امو تاریخشان که پوره شد با روی بسیار خراب، روی بسیار خشن، با روی که حتی انسانیت را قبول نمی کنن و مسلمانیت و اسلامیت را اینا زیر سوال بردن. شما برخورد و این روی مردم پاکستان را در مقابل مهاجرین چیکونه می بینید؟ نقطه اول این است به نظر من که کاش تنها پاکستان می بود، ایران عینی چیز است. بله بله، ایران هم که فعلا در دو روز گذشته تقریبا بیشتر از 20,000 مهاجر را اخراج کردن. ترکیه عینی چیز است. بله بله، یک زمان بود که کشورهای اروپایی عینی چیز در پارلمان وکلای سویدن آمده بود، در جلسه علنی داشتیم در تالار، رئیس ولسی جرگه اعلان کرد که ما خوش آمد میگوییم به مهمانان بسیار گرامی و عزیزی ما و تعداد از وکلای سویدن آمدن در بالا نشستن و جلسه را میبینن. بعد من کارت اعتراض بالا کردم، رئیس ولسی جرگه بسیار ایران مانده بود و من گفت بشر دوست در این چی اعتراض وجود دارن؟ خب مهمان آمدن، وکلای سویدن هستن، از افغانستان دیدن میکنن، از پارلمان دیدن میکنن، در جلسه اون می آمدن یک 5 دقیقه میشینن. خب بالاخره من اصرار کردم چی را داد اجازه داد، گفتم هیچ خوش نیامدن. گفتم چرا؟ گفتم امی لحظه این کشوری که خود مهد حقوق بشر میداند و راستی در مسئله حقوق بشر بسیار دست بالا دارد، گفتم از امی کشور از اینا چند وقت پیش افغان ها را مثل حیوان دست و پایش بسته در تهران داخته بودن، در میدان هوایی کابل پایین کرده بودن. گفتم بنابراین اینا خوش نیامدن، غیر قانونی است اما حیوان نیست، مثل حیوان دست و پایش بسته میکنین میکشین. فعلا هم متاسفانه ترکیه او روز ویدیو را چندین بار یک ویدیو روان کردن، پلیس های ترکیه افغان ها را میگیره کاملا برهنه میکنن، حتی نیکر رو میکشن، حتی کرمیجه کاملا که برهنه کرد آب میندازه با چوب به اندازه میزنه که اینا کاملا میمانن از چیز. بعد میگه که برین چی کنید. یا مثلا ایران سالها و چند وقت پیش یک افغانی ما از بلند منزیل انداخته بودن پلیسیش و از کار ساختمانی میکرد، رفته بودن که چرا کار میکنی؟ گفته بود به خاطر که ویزا گرفتم، پاسپورت دارم، پاسپورتش قیچی کرده بود و ادامات یک سیلی زده بود، یه فکرم پلیس فشار داده بود، بعد او ایره به اصطلاح آمد اعلام کرده بود بیه از طبقه ششون یافته با این افتاده بود خواهد کرده بود. تنها کاش پاکستان ها بود، تمام کشورها با افغان ها مثل یک ایوان برخورد میکنن، اما شرافت و انسانیتش پاکستان متاسفانه با اوج خود رسان. بله. من دیروز مصاحبه یک جورنالیست افغان با صدر اعظم ایشان میخواندم که او میگفت که ما 45 سال شما را 45 سال مهمان ما بودیم، ما 45 سال نان و نمک با شما شریک کردیم، اما شما امروز به جای که از ما تشکر میکنید شما انتقاد میکنیم. منم گفتم عالی خوب
فرصت به جورنالیست نبود که میگوید خود دقیق 45 سال مهمانی رو شما زدین در 3 ماه خراب کردین. بله بله بله. و تا یک روز خراب کردین به خاطری که شما دست میندازین به ناموسی ما، شب چاپا میندازین، حتی از ساعت خوب از دست امتانان ما میگیرن، انگشتری خوب از دست زنا میگیرن. بله بله. و چوری شانه، زیورات شانه. کسی از دوستان در یوتیوب در ترخم میگفت که به چنال یوتیوب رفته بود، میگفت در موتر بالا شد، گفت پیسه نقد، گفتیم نیست، چه 50,000 کلدار نیست پیش ما. بعد از این وسایل خانه را اونمو را حساب کرد که این قالین این قدر میشه، اینی یخچال این قدر میشه، اینی چای چاجوش و اینی پیاله و اینا. وقتی گفت از 50,000 کلدار بالا شد، اونمو ماشین برقی مثلا میواره که چی میکنه، اونمو را گرفت پایین کرد. یعنی به این حد اینا متاسفانه بیشرمانه و با ظلم و ستم بالای مردم کشیدن. فرض اخش فرض مشکل نیست، اما حق نداره که به ناموس دست بزن، حق نداره که لطکوب کنه، حق نداره که وسایل شور کنه، چفاول کنه، به ناموسی کنه. بله بله. متاسفانه به آج خود رسانده. و دلیلش است که ما بیسایب هستیم، ما یتیم هستیم. یعنی اگر واقعا صاحب می بود، اگر یتیم نمی بودیم، پدر پاکستانی جرأت نمی کرد. به خاطر که من حتی زمان ثابت می گفتم این رئیس آیسای که ما رو می کشه به عنوان مثال، این هم خود آسمان افتون زندگی نمی کنم. اگر می تانم ما می تانیم، به شرط این که ما واقعا اراده رو جرأت داشته باشیم. فعلا افغان ها رو کسایی که 50 سال دارم داشت، کسایی که یک رو مصاحبهش من دیدم می گفت من یه جروسی نکرده بودم در پاکستان رفتم، فعلا سه تا بچه خود نشان داد که پالیش نشسته بود، بچه کلانش ریش سفید شده بود تقریبا. گفت به این مثال این هیچ نمیفهمه که افغانستان کجاست، اما ولایتش کجاست، زبانش یاد نداره، فرهنگش یاد نداره، خانه خودی ندیده. این اگه ما تنها الان بگذاریم، مثلا من با این نباشم، هیچ نمیفهمه که کدام ولایتش هست، از کجا آمده و امثال هم. کساس که مکتبشان متاسفانه کشیدن از مکتب. بله بله. اینی و عادت یک انسان میبینه وحشت زده میشه. و در این زمان میبینه مردم پاکستان تظاهرات میکنه برای غضب. این در پالوی تیز افغان ها رو میزنن، لطکوب میکنه، سر ناموش ستندازی میکنه. خودت به منافقت با اوج خود رسیده که برای غضب. غضب هم یه منافقت است. اگر بگی برو در غضب، میگه یک لیست طویل نوشتن که میرن در غضب جهاد میکنن. حتی در ایران روز در تلویزیونش کسی قصه کرد، گفت که همین کلانا رهبرای زنا وقتی مصاحبه میکنه، ژورنالیست سوال میکنه که آیا حاضر هستی که در لیستی داوطلبان برای غزه؟ هیچ سیاستمدارش میگه نه نمیگه، اما از مایک چی میشه؟ خاموش میشه. ژورنالیست میگه از برای خدا چرا این سوالا رو میکنی؟ خودت میفهمی که ما نمیدیم دیگه، چرا ما رو چی میکنی که یک دروغ روبرو بگوییم؟ بنابراین منافقت. و این هم از یک کشوری که خود مسلمان میگوید، از یک کشوری که برادر، حتی وزیر داخلیش دمی مصاحبه میگه که افغان ها برادر ماست، ما رابطه تاریخی داریم. و حتی خبرنگار پرسون میکنه که آیا مسئله اقتصادی است؟ میگوید که نه، تمام تجارت ما با آسیای مرکزی، آسیای میانه از طریق افغانستان میشود. حتی ما تصور نمیکنیم که تجارت ما قطع شود. یعنی ما اگه واقعا کشور صاحب میداشت، فقط این تجارت ما را قطع میکرد. بله. که کالایشان به کشور را نرسد. اینا خودشان میفهمید. متاسفانه کدام عکس العمل رهبران فعلی مثل رهبران سابق سخنرانی ها یاتشین میکنند، جیغ میزنند در کجا؟ در هتل‌های لوکس کابل، در دفترهای لوکس کابل. و اگر ایران یا پاکستان یا ترکیه متوجه شود که نه، افغانستان یتیم نیست، صاحب دارد. اگر ما یک سیلی بزنیم، اینا 10 سیلی بزنند. این کار حتما نمیکنه. بله بله، دقیقاً دقیقاً. بشردوست صاحب عزیز، ما هم چند قبل که با مهاجرینی که صحبت داشتم، اونا همین حرفا را یادآور شدند، گفتند که ما روز که به طرف کار می رفتیم، شب سرما چاپا می انداختند و خانمای ما را با خود می بردند. و اونایی که
تکلیف داشتن با عرض پوزش، حتی در همون جایی که بردن ولادت کردن اونا، و زمانی که در مرز رسیدن پیسه که داشتن، اموال که داشتن اونا رو ضبط کردن. و آیا ای از برادری که اونا خطاب میکنن که ما برادر هستیم، ای کجای ازی با برادری میمونم؟ و بشردوست صاحب عزیز، غیر ازی که روابط تجاری را اینا قطع کنن، دیگه چی کار کنن که پاکستان جواب دندان شکنه بگیرد که دیگری ظلم را بالای افغانان انجام ندن؟ نقطه اولی است که برای رهبران کشور شرم است، عیب است، ننگ است که میلیاردها دلار آمد در طی 20 سال اما هنوز اینا ماجیر داره. بله، باید کشور ما تا حالی طوری ساخته میشود که ما پاکستانی ها را میداشتیم که اینجا کار کنند، ایرانی ها اینکه میامد کار میکرد، از کشورهای دیگر در اینجا کار میکرد. هر افغان ما صاحب زمین میبود، صاحب خانه میبود، صاحب زندگی میبود. در آن صورت فکر نکنم یک افغانی ما خوش میبود که در پاکستان بماند یا در ایران بماند. فعلا این کار تا امروز نکردن، و حتی امروز اگه این کار کنن، امروز اگر واقعا به افرادی مهاجری که ما میاد، اول اینا از یک کشوری گرمسیر میاد، بله، ولایت های سرسیر کشنده است بر اینا، اینا بعضی هیچ عادت ندارن. اگر واقعا دلسوزی باشد، به نظر من در نگرخار، در قندهار، در اروزگان، در هلمند، در ولایت گرمسیر افغانستان، اینها را باید جابجایی کنن کلشان، و حتی مکتبه را میتونن که تمام مکاتب، مدارس، مسجدها را در اختیار اینا قرار بدن، به خاطر که خانه خدا خانه مردم است. بله، مکتب و دیگر جاهای لوکس و بلندمنزلهای لوکسی که از قاتلین و دزدا و رشوتخورهای سابق مانده فعلا خالی است، بله، فراری است، باید اینا را جابجایی کنن. امکاناتی وسیع باید در اختیار اینا قرار بدهن. دولت ما باید تمام تمرکز بالای همین مردم انجام بدهن. در کوتاه مدت، در دراز مدت فکر میکنم باید اقتصاد افغانستان قوی کنن که کسی مجبور نشود از بیکاری مهاجر شود، و امنیت باید بگیرن، کسی مجبور نشود از خونریزی فرار کند در کشور دیگر. انشاءالله که خدا مهربان است که این موضوعات که و مشکلات که فعلا مهاجرین با ایشان دست پنجه نرم میکنن، مشکلات هم برطرف شود، و یک کار خوبه، یک سرپناهی که فعلا مهاجرین عزیز ضرورت دارن، سرپناهی بهتر برشان ایجاد شود، بدون کدام هزینه‌ای که همگی ما درک میکنیم. اونا هم که زمانی که اینجا میان هیچ چیز ندارن غیر از اینکه مو اموال خود را انتقال میتن، و بیاین که اینجا حس وطن دوستی و حس همپذیری خود را به کار بگیریم. بیاین به طرف باسازیا. یک نقطه در این رابطه است که بیش از 50,000 کلدار، تقریبا 20,000 افغانی پاکستانی ها نگذاشتن، با میلیون ها دلار شاید درآمد و سرمایه مردم افغانستان اونا تصاحب کردن. بله بله. نقطه اول این است که گفتن که کسایی که سرمایه گذاری کردن، فابریکه دارن، شرکت های بزرگ دارن، فعلا آنها را کار نگرفتن. اما این امارت است که باید به این افغان ها بگوید که اگر شما وارد نشوید افغانستان، دیگر حق آمدن به افغانستان ندارید، بخاطر که باید اونایی که سرمایه دارن باید بیاد. دوم، من شنیدم که اینا کمیته حقوقی ساختن امارت که از نظر حقوق بین المللی اینو پیش ببرن. پاکستانی که خودش قانون خود مراد نمی کند، بخاطر که تعداد زیاد افغانای ما را کارت داده برش ثبت شده، اما کارتش برش نشان میده، میگه این کارت خودت دادی، تاریخش هم تیر نشده، قانونی هم هستیم، کارت میگیره پاره میکنه اینا رو در متن میذازم. بنابراین با این نوع افراد حقوق قانون اونا در به اصطلاح عام در سرش نمیشود. راه دیگه وجود دارد که اینا باید به پاکستانی بفهماند که اگر یک افغانی ما را میخوای بخوری، 100 افغانی از حکومت میکشند. فکر میکنم تا زمانی که امارت، حتی من تعجب میکنم، یکی از دلیلی که میگوید اونا میکشیم به خاطر که افغان ها با تحریک طالبای پاکستان کار میکنند. حتی تحریک طالبای پاکستان چرا از افغان ها حمایت نمیکنند؟ من کشتن مردم عامی راهی حل نیست. من فکر میکنم بهترین راه حل چیست که تحریک طالبای پاکستان فعلا اسحاق کارگر و وزیر داخله اینا رو بگیرن به عنوان مثال، یا یک
گلوله بین دو چشم خوشی کنه یا اینا رو بگیره و بگوه تا زمانی ما شما را آزاد نمی کنیم که اخراج اجباری مهاجرین حداقل تا زمستان تیر نشده باید متوقف شود. وزیر داخلی پاکستان می گفت که 14 افغان در 14 انتحاری دست داشته و ما اسنادش داریم. حکومت امارت می گفت دروغ است، واقع نداره. خب فرض کن که 14 افغان با طالبای پاکستانی همکاری رو کردن که خود انتحار کردن. نوبت سنگ فعلا در میدان طالبای پاکستان است که اینا باید با پاکستانایی که ظلم میکنه او پلیس عادی نه، او مقامات بالایشان باید اونا رو جزا بدهد، باید اونا رو بفهماند که خودتان میتونین زیر خاک بروین و امکانات داریم. مسئله با زمان حقوق با کس صحبت کردن که حقوق مثلا خود قبول ندارم. بله. فکر میکنم این نتیجه نمیده. خیر باشه انشالله بشر دوست های عزیز. افتخار باشه. الله مهربان است که این مشکلات انشالله به زودی حل شد و همگی ما کنار هم دیگر دست به دست هم تیم تا وطن را بسازیم و دیگران محتاج ما شوند و بیاین در افغانستان. خب بریم به طرف بازسازی ها بشر دوست های عزیز. قسمی که همگی ما آگاه هستیم پروژه قشتپه که کارش چند پیش آغاز شد و یک رای رم که ساختن حتی سر و صداهای کشورهای همسایه برآمد، اونا بعضی گپای گفتن در مورد این پروژه. شما پروژه قشتپه را چگونه ارزیابی میکنید؟ اولین که نامش من قشتپه گذاشتم. قشتپه بخاطر که خبر خوش است. بله واقعا خوشترین خبر است که ما تا حال نشنیده بودیم. دوم این که من میترسم که این پروژه هم مثل پروژه های دیگر روی کاغذ بمانه. این پروژه در سال 1397 جمهوریت شروع کرد و 6 میلیون دلار هم مصرف کرد که کارهای ابتدایی انجام بدهد، اما این پروژه مثل صدها و هزاران پروژه جمهوریت روی کاغذ ماند. امارت کار جدی گرفت، فاز اولش ختم کردم، منتها یک چیز من بسیار تعجب کردم این است که یک قطر آب اینا هنوز از دریای آمون نگرفتن. من به یقیده هستم که اینا میگویند 3 سال ما باید کار کنیم تا 3 فازش خلاص شود، اگر من درست فهمیده باشم، بعد ما از آب آمو چی رو باز میکنیم که آب بیاد در کانال. 3 سال بسیار وقت است. من به یه عقیده هستم که اینا هر متر که کارش پیش میره باید آبی دریای آمو رو تا اونجا برسانه که از امو آبی که از دریای آمو آمده اینا استفاده کنه. فعلا آبی که در کانال دیده میشود آبیست که از حفر کانال وجود آمده. بله. و ما یک قطره آب از دریای آمو نگرفتیم. اینا به نظر من امی زمینایی که فعلا کانال کشیده شده آماده بهره برداری است، باید آب دریای آمور اعلام کنند یک سد بسازند. با تکنیک امروز میتونه که لوله های بسیار بزرگی سیمیتی یا وامسال هم بیارن نصب کنند که به اندازه آب بیاد و دروازش بسته کنند. بدون مثال معطل نمانند که ما تا 3 سال بعد 1404 ختم میشه. ما در 2 سال میتونیم از این فاز اول از زمینی که زیر آب بگیریم شاید به هزاران تن هم میوه هم گندم و هم استفاده کنیم و مردم بره کار کنه، مصرف کار شوند. و دو معلوم نیست که فاز دومش بودجه دارد ندارد، کارش جدی پیش میرود نمیرود. عالی سر و صدایی که ازبکستان بالا کرده که کشورهای دیگه هم حمایت میکنه، امارت من میترسم که مثل که در رابطه با ایران اخر نشینی کنم و فقط دیدم فاز اول بمانه. و اینی ترس من است، اگر واقعا اینا تیره تمام کنم با موفقیت اینا برسانه شاید در تاریخ فقط به خاطر این پروژه هم شاید نام از اینا بمانه. بله. کار بسیار نیک است، کار بسیار خوب است، اما از به نظر من شاید بهره برداری شروع کنن از فاز اول زمین ها که فعلا میشه که آبیاری کنن. حتی من به یک عقیده بودم و هستم که ما تقریبا چندین میلیون افغان بیکار داریم. اینا می افغان ها را ببرن بگم با سطر آب از دریای آمو بگیرین، درخت ها را آبیاری کنین،
زمین ها رو آبیاری کنید، فکر کنید که 100,000 نفر یک سطل آب میدازد. وقتی ما تاریخ پاکستان، تاریخ شوروی رو میخوانیم، با دست خالی، با انرژی جوانای خود، مردم خود که بسیج میکردن، انگیزه میدادن، یا تاریخ آمریکا را ساختن. فکر میکنم که فعلا امید است که اینا جدی پیش بروند، از اعتراض ازبکستان دیگرایشان نترسن، مردم افغانستان از خدا فقط بترسن و از بدوای مردم بترسن. این پروژه بسیار عالی است. تنها یک پروژه است که ما میبینیم. چیزی که خطرناک است از دید من این است که از نظر اقتصادی امارت در عین راه روان است که جمهوریت روان بود. اینا میخواین یک اقتصادی ترانزیتی بسازن، اقتصادی گفتن تجارت محور بسازن، یعنی از افغانستان یک آشغالدانی کشورهای دیگر میسازن، مثل که فعلا هست افغانستان. من به یقیده هستم که ما باید از اقتصادی تجارت محور یک اقتصادی تولید محور باید بسازیم. شکر بشندو صاحب عزیز، واقعا از صحبت هایتان ما لذت بردم، لحظاتی که اینجا با هم سپری کردیم. ما در گوشه ای از کتابچه خاطراتم جاگزین شد و می نویسیم که واقعا صحبت هایتان مرا مجذوب خود ساخت و اینکه شما را امروز داشتیم واقعا خیلی خیلی خوشحال هستم. و در اخیر هم پیام شما را می داشته باشیم بشردوست صاحب عزیز، پیامتان برای مردم افغانستان، برای حکومت امارت اسلامی چی است؟ پیام ما را شروع کنیم به امارت. اول اینکه من به یقیده هستم که رضای مردم رضای خداوند است، بخصوص مردم مسلمان و رنجیده و داغدیده افغانستان. اولین کاری که امارت اگر میخواد که هم ثواب و هم خرما برایش شود، به نظر من ایست که تقاعد متقاعدین را بپردازد، حتی از زمان ایم غین که یک سال دو سال پرداخته نشده بپردازد. چگونه ما لاف میزنیم که در افغانستان کسایی که ریسفید هستن بالای چشم ماست، ما به اونا احترام قائل هستیم، چگونه ما آنها را مجبور میکنیم که برای گدایی کنن؟ تقاعدش بپردازیم، حق شرعیش است، ماهانه از ماشش وضع شده، فعلا خود امارت از ماششان وضع میکنن. اگر این حرام است خود چرا از ماش وضع میکنیم؟ مثلا 100 افغانی شما ماشت است، هر ماه دولت از 100 افغانی شما 90ش میدهد به 10ش وضع میکنن. میگوید ایره ما نگاه میکنیم روزی که تقاعد کردی برات میدهم، اما وقتی که ایره نمیدهی به این معناست که او را میخورین، این خو حرام میشود. دوم، به نظر من معاشات مجاهدین خودشانه. مجاهدین اینها بعضشان با من صحبت میکنن، با من نوید بشردوسه چند روز پیش یکی آمده بود با من نوید بشردوسه پیسه که مادر خود تداعی کنم ندارم. اینا مجاهدین، اینا خون دادن، قربانی دادن، 20 سال به قول خود اینا جنگیدن، خود این تاریخ کردن. امروز 8,500 یا 10,000 ماش دارن، اما مقامات بالایشان ماش لکی دارن. عین داری جمهوریت میشه که ماسرسو اینا باید ماش مجاهدین خود حداقل به 15,000 20,000 بالا ببرن، از ماشای بالا پایین بیاوردن. و دیگه معلولین و معیوبین و یتیمای خودشان هم بچه‌ای که خود این تاریخ کردن، حالی زنش بیوست مثلا، از جمهوریت ما کنار بگذاریم، از خود اینا یتیمش دست نوازش بکشن. و حتی اینا باید به تمام معلولین معیوبین بازمادای شهدا باید حقوقشان رو بپردازن. و دیگر ماشای معلمین و مامورین و اجیران رو بالا میبرن، بخاطر که یک معلم، یک مامور وقتی که گرسنه باشد انگیزه خدمت ندارد. من وقت زیاد میگیرد، من بسیار خلاصه، وقتی که من در وزارت پلان یک هفته بعد سخنرانی کردم، گفتم اگر کسی رشوت بگیره بچه امید کرزی رئیس جمهور باشدم در وزارت جایش نیست. یک از وقتی من استعفا کردم در خیمه، در شورا و خیمه داشتیم، یک از رؤسای ما آمد، سلام علیکی میکردیم، چای میخوردیم، با من گفت وزیر صاحب یادی تا سخنرانی داغ و آتشینی؟ گفتم بله. گفت من رفتم در دفتر، گفتم آیا رشوت ادامه بدهم بگیرم یا نگیرم؟ یه حرفی وزیر صاحب شنیدم، با من میگفت بشار صاحب من تصمیم گرفتم که مثل سابق رشوت بگیرم. گفتم ای آمده از فرانسه تا چال افغانی رو پیدا میکنه، یه 10 سال 15 سال تیر میشود. در امی تصمیم گرفته بودم که خانه سامان آمد، اجیر آمد، با من گفت که رئیس وزیر با رئیس اداری در تشنابا میگرد.
وزیر سبده تشنابان چی میکنه؟ میره در هر تشناب گروپش که سخته او تشنابای ترکی بود وزیر جا شکسته بود اینا چوب زده بود بوی میداد و شردانش میچقید آب گفت وزیر سبده رفته یک $2,000 کرزه داده که وقتی وزیر شدی مردم تبریکی میاد دیره نقل و کشمیش رو 2,000 افغانی کرده در جبش است و رئیس مالی میگه که اینی گروپ باید تا فردا تغییر کنه و رئیس مالی میگه به وزیر صاحب 3 ماه وقت میگیره تا پیسی عزیز وزارت ماله برای ما پیشنهاد میکنه 5-6 جا امضا میشود تا تخصیص داده میشود تا این پولش میرسد حداقل 3-4 ماه میگذرد که ما این گروپ بعد میگه وزیر صاحب از جیب خود میگه چند میشه که بس میگه 70 افغانی میگه 70 افغانی فردا که اومده این رئیس به من گفت که وقتی من اینو شنیدم گفتم این بسیار ناجوان مردانه است ای بسیار به وجدانه به شرمانه است که من از پشت این وزیر که میره در قصه کنارابی من است تشنابی من است ایر از پشت خنجر بزنم و من قسم خود گفت از اون لحظه من گفتم اگه میلیون‌ها دلار هم نشوت بدهد بنابراین اینا به انگیزه بدهد به مامورین به معلمین به مردم خدمت کند کار ایجاد کند جوانان نه این کاش آمریکا باشد عاشق وطنش است اما میرود زمستان آمد و نظری من در 3 ماه زمستان اینا صادرات زغال سنگ متوقف کرد تمام تولیدات زغال سنگ ما را به بازار داخل اختصاص میدهند اگر مجانی به مردم غریب نمیدهند همین که در بازار عرضه شود قیمت ها پایین میاد شاید اگر یک خروار الان 100 افغانی باشد ممکن به زمان 10 افغانی شود چون دیگه صادر نمیشود عرضه زیاد میشود تقاضا کم میشود این پایین میاد اینا 3,000 افغانی یک زمان بوجی آرد بود نان 10 افغانی بود امروز اونمو بوجی آرد 18 افغانی است اما نان همون 10 افغانی است اینا باید حکومت داری دقیق نمیست که با مشکلات مردم اینا آقاگاه باشن برن اینا میتونن که امروز مثلا قیمت نان 5 افغانی کنن و این یک مردم یک لقمه نان آرام بخورن فکر میکنم که چیزهای اساسی مثلا گاز ما نفت ما در دست اونمون امپراتورای خوناشام داری جمهوریت است اینا فکر میکنم به می امپراتورا بگوید که شما 20 سال خوردید فعلا شما تمام گاز و نفت به قیمت وارد شدن باید بفروشید که مردم ما زمستانش خانهشان گرم شود فکر میکنم بعضی کارهای ساده آسان است که سمبول حکومتداری خوب است حکومتداری نیست که در لانکروزر بشینی از صبح از خانه بیایید دفتر نرم و چرم و چاش پلاو بخوری بعد در لانکروزر بری در خانه تو 4 ورق امضا کنی بدون اینکه ورقا رو بخونی فکر میکنم حکومتداری است که با دغدغه مردم جواب بگوید با تشویش مردم جواب بگوید خودشان از پلاو چلاوتر شود خودشان از که خالی کی از پیامبر اسلام خدا میتونه بالاتر چیکونه مسلمان ها که گرسنه بود و گرسنه بود یک مسجد مدینه را که میساختن حضرت حمزه برش میگه که یا رسول الله ما میسازیم رسول الله خشت میورد گیل میورد مثل یک کارگر عادی میگه کار عبادت است یا مثلا حضرت عمر فاروق نانش خانشی از خادم مسجد فرق نداشت اینا میتونه که واقعا اگه میخواین عدالت عمری کنن مثل مردم زندگی کنن بین مردم زندگی کنن تا مردم از اینا حمایت کنن تشکر زنده و سلامت باشین بخیر باشین همچنان بخیر باشین خب بینندگان عزیز این بود برنامه ویژه ما که همراه با آقای رمضان و بشر دوست داشتیم تا برنامه های دیگر که من خدمت شما برمیگردم شما رو به خداوند یکتا و به همتا می‌سپارم وقت بر همه شما بخیر خوشی و کامتان لبخند و لبانتان خدا نگهدارتان